8 دور متوالی از کنفرانس امنیتی هرات برگزار شده است و اینک هرات شاهد برگزاری نهمین دور کنفرانس های امنیتی در روزهای آینده خواهد بود. در مورد اهداف این کنفرانس و در مورد خواستگاه این کنفرانس گفتگویی دارم با جناب آقای فردوس کاوش روزنامه نگار. آقای کاوش، خوش آمدیم به برنامه و در مورد اهداف کنفرانس امنیتی هرات برای ما و برای دنبال کنندگان رادیو توضیح بدین. سپاس از شما و عرض سلام خدمت شنونده ها. کنفرانس امنیتی هرات هم مثل دیگه کنفرانس های منطقه‌ای مثل کنفرانس امنیتی دوحا و سنگاپور به منظور گرد هم آمدن پالیسی سازای کشورهای منطقه بر بحث روی مسائل مهمی که به امنیت این کشورها و به امنیت جمعی منطقه ربط داره برگزار میشه و هدفش هم آشنا کردن دیدگاه های کشورهای مختلف و پالیسی سازای کشورهای مختلف در مورد امنیت ملی کشورها و همچنان امنیت جمعی منطقه‌ای. کنفرانس امنیتی هرات از این نظر دستاوردهای قابل توجه داشته و تانستن در سالهای گذشته و هم امسال پالیسی سازا و شخصیت‌های مهم کشورهای منطقه را که نقش بسیار مهم دارند در طراحی و عملی سازی پالیسی های امنیتی کشورهایشان گرده هم بیاره و یک رویداد هست که مورد استقبال از تمام پایتخت های منطقه. لذا میتوان از صحبت های شما چنین برداشت کرد که چنین کنفرانس هایی میتونه به منصابه یک اتاق فکر و مسابقه باشه که یک ارتباط میان سیاست نظری و سیاست عملی و رابطه میان پالیسی سازان و تصمیم گیران در عرصه سیاست برقرار کنه. اینکه این کنفرانس امنیتی در پایتخت نه بلکه در شهر هرات و شهر باستانی هرات برگزار میشه چه پیامی میتونه برای کشور، برای منطقه و حتی برای جهان داشته باشه؟ ببینید، هرات یکی از مراکز فرهنگی بسیار مهم افغانستان است. هرات پایتخت تیموریا بود و تیموریا تقریبا قلمرو حکومت تیموریا تمام کشورهایی را در بر میگرفت که امروز تقریبا تمام همو کشورهایی را در بر میگرفت امروز در چهار اطراف افغانستان موقعیت دارد و این خاندان آخرین خاندانی بود که به قول انگلیسی زبان ها اسپانسر هنر و ادبیات و مسائل فرهنگی بودن. مقاطب بسیار مهم سیاسی افغانستان هم از هرات به خاطر که او پایتخت حوزه غرب افغانستان است و ارتباط داره با دو کشور بسیار مهم منطقه. به همین دلیل اهمیت داره برگزاری کنفرانس در هرات. ممنون از شما جناب آقای کاوش روزنامه‌نگار و آگاه امور سیاسی.